سلام بچه ها، میتونم ازتون خواهش کنم چند لحظه بشینین و به داستانی که براتون تعریف میکنم گوش بدین؟ مفیبوشت قسمت اول. در شهر اوضاع بدی بود. هیچ خنده یا آواز خوندنی وجود نداشت. همه ترسیده بودن. امیدوارم این جنگ ترسناک به زودی تموم بشه. فکر میکنی شاشاول دشمن رو شکست میده؟ نگهبانان دیوار اولین کسایی بودن که دونده رو دیدن. اون خبرهایی از خط مقدم آورده بود. از چهرش میشد فهمید که خبرهای خوبی نیستن. دشمن خط مقدم رو شکسته. شاه شاول و شاهزاده یوناتان مردن. فرار کنید، جونتون رو نجات بدین. همگی مضطرب شده و بسیاری شهر رو ترک کردن. چه روز وحشتناکی بود، به خصوص برای مفیبوشت. اگرچه اون فقط 5 سال داشت، با این حال همه چیزو می فهمید. پدرش شاهزاده یوناتان مرده بود. پدرش دیگه هیچ وقت به خونه نمی اومد و اونو توی آغوش نمی گرفت. پدر اون دیگه هیچ وقت اونو برای تیراندازی نمی برد و براش داستان نمی گفت. بیا مفیبوشت، بیا باید از اینجا بریم، دیگه وقت نداریم. اونها به سرعت قصر رو ترک کردن و بعد اون اتفاق افتاد. آخ، پاهامو احساس نمی کنم. مفیبوشت اصلا نمی تونست را بره. تصور کنید، به خاطر این اتفاق هر دو پاش فلج شدن. اون روز ناراحت کننده ترین روز زندگیش بود. اول اون که پدرش مرده بود و اونها مجبور به فرار بودن و بعد اون اتفاق. و حالا دیگه خونه ای نداشت. مدتی بعد پناهجوها به لودبار رسیدن. لودبار به معنای ناچیز و بی‌ارزشه و با شرایط مفیبوشت جور در می اومد. برای اینکه زندگیش بی‌ارزش شده بود، طبیعی بود که اون فکر میکرد دیگه ارزشی نداره. بچه شما هم گاهی احساس بی‌ارزش بودن میکنید؟ آره، منم اینطوری بودم. شما توی کلاستون بهترین نیستید، نمیتونید در ورزش رکورد بزنید و به همین خاطر فکر میکنید سایرین بهتر و دوست داشتنی تر از شما هستن. حالا میتونید مفیبوشت رو درک کنید؟ اون سالها با این فکر در لودبار زندگی کرد. بهترین دوست پدرش داوود بود. زمانی که اون پادشاه اسرائیل شد، متفکرانه در قصر راه میرفت. زیبا، خدمتکار وفادار شاول، آیا کسی هنوز از خانواده شاول زنده است؟ بله سرورم، پسر یوناتان، مفیبوشت افلیج. و الان کجاست؟ در لودبار زندگی میکنه. شاه داوود چه کاری میخواست انجام بده؟ قصه بعدی رو بشنوید تا بفهمید. هر چه جان دارد خداوند را بستاید. هللویا.